بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چو مردید همه روح پذیرید. بمیرید بمیرید و از این مرگ ما ترسید، که از این خاک برایید سماوات بگیرید. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس چو بند است و شما هم چو اسیرید. یکی تیشه بگیرید به حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید. بمیرید بمیرید به پیش شاه زیبا، در شاه چو مردید همه شاه و شهیرید. بمیرید بمیرید و از این عبر برایید، چو از این عبر برایید همه بدره و نیرید. بمیرید بمیرید و از این مرگ ما ترسید، که از این خاک برایید سماوات بگیرید. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس چو بند است و شما هم چو اسیرید. جان من است تو هی مزنیدش، آن من است تو هی مبریدش، آب من است تو نان من است تو، مثل ندارد باغ امیدش، باغ و جنانش آب روانش، سرخی سیبش سبزی بیدش، متصل است تو معتدل است تو، شمع دل است تو پیش کشیدش. جان من از تو هی مزنیدش، آن من از تو هی مبریدش، آب من از تو نان من از تو، مثل ندارد باب امیدش، باب و جنانش آب روانش، سرخی سیبش سبزی بیدش، متصل از تو معتدل از تو، شمع دل از تو پیش کشیدش. سلام، امیدوارم که از این موزیک ویدیویی که براتون درست کردم خوشتون اومده باشه. همیشه دوست داشتم یه دونه ویدیو در مورد عقاید پنهان مولانا درست کنم و قبلا هم میدونین که توی این شبکه چند تا ویدیو من درباره عقاید پنهان حافظ شیرازی و اون عقاید و باوراش درست کردم که اینجا لینکاشو این بالا براتون میذارم، ولی میخواستم همین کار رو در مورد مولانا هم بکنم، اما خب اشعار مولانا زیاده، وقت نشد که مثلا بخوایم همه رو بررسی کنیم و اینا. و یه چیزی هم که تصمیمی که من گرفتم این بود که خیلی استاد بازیش نکنیم و خیلی مثلا خودمونی باشه و میخوام یه ویدیویی درست کنم که مثلا توی چند دقیقه فقط در مورد مولانا یه چیزی رو نشون بدیم، یه مقدارم اون چیزایی که دیدیم رو براتون دربارش صحبت کنم، بگم که مثلا اون اشعار چه مفهومی داره. توی یکیش در مورد مرگ و زنده شدن و دریافت روح صحبت میکنه. توی مسیحیت ما دو تا غسل تعمید داریم، یکی غسل تعمید با آب که نمادین هست و یک غسل تعمید هست که با روحه. توی غسل تعمید با آب در ابتدا آدم میره داخل آب و این نماد مرگه، و وقتی که از آب میاد بیرون نماد زنده شدن دوباره است، یعنی زندگی قبلیش از بین میره و میمیره تو اون زندگی قبلی و یه زندگی جدید رو شروع میکنه. مسیحی‌ها اعتقاد دارن که وقتی ایمان میارن روح خدا رو دریافت میکنن و این روح خدا مال اونا نیست، مال خداست، ولی درونشون ساکن میشه و این تفاوتش با اسلام هست. توی اسلام مسلمان ها اعتقاد دارن وقتی که شما به دنیا میایید خداوند برای شما یه روحی میسازه و به شما میده، ولی توی مسیحیت ما اعتقاد داریم که انسان‌ها هیچ کدوم هیچ روحی ندارن و فقط جسم هستن و فقط یک روح وجود داره و اونم روح پاک خداونده، و هر کسی که ایمان میاره به مسیح روح پاک خداوند رو که بهش میگن روح القدس دریافت میکنه و این تو وجودش ساکن میشه و این بهش انرژی و آرامش و خوشحالی میده و
اوضاع روحی روانیش رو درست میکنه. از نظر روانی هم خیلی من خودم تجربه داشتم، مشکلات خیلی روحی حل شده و حتی افسردگی یا هر مشکلی که داشتم با دریافت روح القدس حل شده. این چیزیه که مولانا داره به این اشاره میکنه و نشون میده که مولانا از این خبر داره. چون که مثلا حالا اگه یه نفر بگه مثلا این ویدیو درباره اسلامه، خب توی اسلام آدم ها از اول روح دارن و وقتی که شهید میشن روحشون میره پیش خدا. این چیزی که مولانا میگه، میگه شما میمیری زنده میشی و روح دریافت میکنی، این موضوع مسیحیته. پس لطفاً حرفای مولانا رو با اسلام قاطی نکنید. اون چیزی که داشته میگفته درباره مسیحیته. نکته دیگه ای که مولانا داره بهش اشاره میکنه اینه که تو کل حرفش داره میگه که شما این کار رو باید بکنید، یعنی بمیرید زنده بشید و روح رو دریافت کنید. این خودش این که داره به ما توصیه میکنه، یعنی این که خودش هم باور داشته و داره به ما میگه. یعنی این قضیه توصیه کردنش نشون از باور خودش داره و اینم یه نکته مهمه. و چیزی که دیگه ای که هست اینی که بعدش میگه که وقتی که شما زنده میشید، میمیرید زنده میشید پیش پادشاه زیبای خودتون که همون مسیحه، مسیح رو به عنوان پادشاه ما قبول داریم. خب تو اسلام کلمه پادشاه نیست، یه واژه خیلی مال فرهنگ مسیحی هست. مسیحی ها به مسیح میگن کینگ، پادشاه. به خدا میگن لورد، لورد یعنی مثلا ارباب، پادشاه. اما چیزی که هست اینی که میگه آزاد میشید و مسیح هم میگه من شما رو آزاد میکنم. توی اسلام فهم کنه وقتی شما اسلام رو میپذیرید به شما میگن شما تسلیم میشین، شما برده میشین. توی اسلام آدم ها مسلمان ها برده هستن و این باوریه که مسلمان دارن، واقعا توی احادیثشون هستش خیلی جا. و حالا تو اون شعر بعدی میبینیم که مولانا به این تاریخچه زندگی مسیح و این که مثلا مسیح حالا خیلی شکنجه دید تو اون روزای آخر رو و بعدش هم به صلیب کردنش و میزدنش و میبردنش و اینا داره اشاره میکنه که اینم باز اون داستانی است که توی انجیل نوشته شده. شما اگه دوست دارین این داستان رو بخونی میتونید یکی از انجیل های مسیحیان رو که 4 تا هست، انجیل متی، لوقا، یوحنا و مرقس، اینا انجیل هایی که یاران مسیح بعدش نوشتن، یعنی 4 تا از یاران مسیح 4 انجیل نوشتن که همش هم شبیه همه و یک داستان رو تعریف کنه. میتونید یکیشو بگیرید بخونید، از اینترنت دانلود کنید بخونید، همه جا هست. غیر از این میخواستم به چند تا نکته دیگه اشاره کنم تو این شعر و اون تصاویر. یکیش این بود که مثلا میبینید که دقیقاً داره همون حرف مسیح رو میزنه. مسیح توی یک قسمت از کتاب مقدس توی انجیل یعنی گفته که من نان حیات هستم، من آب حیات هستم. آیهش هم براتون میخونم، انجیل یوحنا فصل 6 آیه 35 میگه که نان حیات من هستم، هر که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد. و میبینیم که مولانا با مثلا اون چیزایی که مسیح گفته بوده کاملا آشنا بوده، یعنی موضوع کتاب مقدس و انجیل رو میدونسته و بر اساس همونا اومده شعر گفته و اینا اتفاقی هم شبیه در نیومده، یعنی نمیتونیم بگیم که اتفاقی همه اینا رو گفته باشه. مسیح توی یک مراسمی چند روز قبل از اینکه کشته بشه، تقریبا میشه گفت چند روز، حالا سه یادم نیست، ولی یه مراسمی هست به نام شام آخر، آخرین شامی که با یارانش خورده، نون و شراب رو میگیره و میگه که این نان رو به نام من بخورید، به یاد بدن من بخورید و این شراب به نام خون من بخورید. یعنی شراب نماد خون مسیحه، نان نماد بدن مسیحه. این چیزی که خودش گفته و به یارانش گفته اینو بخورید شما به یاد من. خب و اینو توی شعر شما میبینید که مثلا خیلی از شاعرهای ما دارن درباره شراب حرف میزنن، در صورتی که توی اسلام شراب حرامه. این خودش یه موضوع خیلی جالبه. تا حالا دقت کنی حافظ همشون از شراب دارن میگن، در صورتی که توی اسلام شراب حرامه، چطوری اینا میتونستن مسلمان باشن ولی انکار کنن، چیزای اسلامی رو انکار کنن؟ و خب بیشتر مسلمان داخل ایران چون از مسیحیت اطلاعی ندارن و نمیدونه مسیحی همچین قوانینی دارن، فکر میکنن که مثلا اون شعر همش درباره خدای اسلام و چیزای اسلامیه. ولی اونایی که خوندن کتاب مقدس رو میفهمن که این شعر همش داره درباره مسیحیت میگه، چون نمادای اون همش داخلش هست. توی شعرهای این شاعرها همچنین مولانا که دیدیم همش در باید عشق حرف میزن. مولانا میگه باید عاشق بشین و من نمیدونم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، خیلی چیزهای دیگه که حالا تو شعرهای شاعرهای مختلف اینا رو گفتن. من میخوام به این اشاره کنم که توی اسلام عشق حرامه، خب عشق اصلا وجود نداره، اصلا در باید کانسپتی موضوعی به نام عشق توی اسلام وجود نداره. اما
توی مسیحیت این حکم اصلی مسیحیته. من میخوام اون حکما رو براتون بخونم که مسیح به یارانش گفته. توی کتاب مرقس فصل 12 آیه 29 مسیح به یارانش میگه که بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای ما خداوند یکتاست. خداوند خدای خود را با تمام دل و با تمامی جان و با تمامی فکر و با تمامی قوت خود عشق بورز. دومین حکم این است، همسایت را همچون خیشتن عشق بورز. بزرگتر از این دو حکمی نیست. اینو میگه. ببینید مسیحیت اصولش بر اساس دو تا حکم بنا شده که اون دو تا حکم هم درباره یه چیزه، عشق. و توی اسلام عشق حرامه. اینا خیلی نکته مهمه. وقتی که شاعرای ما همش دارن درباره عشق حرف میزنن، مولانا همش از عشق میگه، حافظ از عشق میگه و در اسلام عشق حرامه، مولانا و حافظ نمیتونن مسلمون باشن. اینم که صدای زنگ کلیسا بود، اینم نشونش. داره خودش میگه، داره میگه زنگ میزنه میگه که اینا مسیحی بودن. خب بازم شما هی تو کتابا ننویسین که حافظ در خانواده روحانی بزرگ شد، مولانا در خانواده روحانی بزرگ شد، میرزا کوچک خان جنگلی در خانواده روحانی بزرگ شد، نمیدونم مصدق در خانواده روحانی بزرگ شد و خیلی چیزایی دیگه که اصلا معلوم نیست از کجا در اومده. خیلی ممنون که اینجا ویدیوی من تا اینجا دیدین. من دوست دارم از این ویدیوها بیشتر بسازم. سابسکرایب کنین، از من حمایت کنین، این شبکه رو به این موضوع بیشتر بپردازم، چون باید حمایت بشم تا بتونم کارمو ادامه بدم. حتی اگه میترسین که مثلا نظرتون و عقیدتون رو بگین توی کامنت ها، میتونین بی‌طرفانه بگین که ویدیو جالبی بود، حتی با اینکه من به این اعتقاد ندارم، ولی ویدیو جالبی بود و تحلیل جالبی بود. میتونین از من حمایت کنین، کامنت بذارین و لایک کنین. و اینکه ویدیوهایی که درباره حافظ ساختم و اینجا لینکش رو براتون میذارم و اینکه ویدیوهای دیگه‌ای که در این شبکه مربوط به موضوع ادبیات و عرفان میشه رو در آخر براتون دو تا از اونها رو لینکش رو میذارم این بالا. خیلی ممنون، خیلی چاکرین.